مهندس راه ساختمان. خیلی مرد جالب. خب اتفاقا منم میام زیاد تو میام میرم. آره زیاد رفت آمد میکنه. حالا قرار شد که این دفعه اومد شماره شد باید به من زنگ بزنه که اونجا ببینیم هم بیاد. حالا ما رفتیم من فکر کردم تو تراسه یه مثلا این ساتوز باشه منقل یا کباب یا مامانم چقدر خوشحال بود. آره منصورم هم تو. آره چقدر آقا منصور و خانمش خوبه. چقدر به اون دوت کرده خانمش هم بود. چیه؟ اینا چیه از فامیله شما؟ نه من اصلا نمیشناسمشون. من از آشنای ما میستم. دیوانه ای؟ چه اینجوری میکنی؟ دیوانه ای؟ آره نشونت میدم. باستا اینجا مردی اینجا باستا. ناصر دارو خدا آروم کرد. مگه ندیدی چی کار کرد؟ بذار بیافتن جلو. باستا ببینم. بیا جلو ببینم. ناصر شارتونم خوبه. آقای دکتر، دختر من چی؟ شوکه شدن، نگران نباشید، خوب میشن. خیلی ممنون. زنده داشت، منصور چی شد؟ هر چی میگیرم نمیگیره. ای آقا. آقای مهندس، جناب عالی که تسهیل کرده اون برای آبی، شما دیگه چرا؟ ما یه جوری میگه انگار اون برای واسن لاتولود نیست، شما وقت گیر آوردی یا؟ عروسی رو عزا کردین، طلبکارم هستی. بابا کجای منصور؟ ناصر کجاست؟ اونجاست. کجا؟ اونجا. منصور کجایی؟ ببین داداشونه چه دست گلی به آب داده، بیچاره شدی. عمیتون یواش، اینجا بیمارستان. خیر سرم رفته بودم خونه رو آماده کنم. چی کار کنم؟ چی شد داداش؟ خانم سپروایزر، خانم سپروایزر اتاق عمل. زنده داداش؟ منصور خان دستم به دامنه، از اون وقت حالا یک کلم حرفم نزده. زنده داشت؟ زنده داشت؟ شیدا جا خوبی؟ منصور شیدا منصور شیدا جا چی میگی تو؟ میگم رانند تاکسی اینجاست، برای شما رو این زنه مرد یا مرد. باشه 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 شما نگه دارم چکلن چکا بیاید. نه با محل خدا باید باید نگران نباشه. آره آره خدا باشه چیدیدیم یه زن آمله کنار خیابون وایسادم. منم سوارش کردم، بعد کاری کردم. خدمت رو از کنم، من روزبانی هستم، اخوی این آقا ناصر. تشریف داشته باشه. بفرمایید. خب
منم سوارش کردم. بد کاری کردم. تنها بود؟ ها زن تنها بود ها. زن چی شد؟ هیچ، بردنش اتاق عمل. نمیخواد نگران باشی داداشم، من هستم. تو نباید بینم که هر کار میکردم. نفهمیدم چی شد، نفهمیدم چی کار کردم. بابا اصلا کنترل خودم از دست دادم. میدونم آدم این خود رو. آخه شما نمیدونی چه جوری داشتن رندگی میکردن که. داداش. جانم. پرواز فردا شب رو چیکار کنیم؟ میرسیم بهش؟ عزیزم تو کجای کاری؟ اول باید وضعیت زنت مشخص بشه، بعدم از این بنده خدایی که تو تاکسی بوده باید مشخص بشه. همراه زاو کیه؟ بله بچه رو دنیا آمد. مادر بچه چی خانم؟ حالش خوبه؟ نشد برش کاری بکنم. تا کی باید بازداشت بشه؟ تا وقتی کس و کار خانم پیدا بشه و بتونن تصمیم بگیرن. خب وقت نمیشه با سندی وثیقه چیزی آزادش کرد؟ پرونده که تکمیل بشه ما میفرسیم دادسرا. تصمیمش با اوناست. تو چی میگی خانم؟ شناسنامه ای چیزی پیدا شده؟ ناصر کجاست؟ حالش خوبه؟ حالش خوبه، خوب الحمدلله، سلامت کامل. اون خانمه چی شد؟ اونی که تو تاکسی بود؟ خانمه؟ ماما خانمه چی شد؟ ویس ویس همینجا ویس همینجا ها همینجا سوارش کردم، همینجا همینجا بود. مطمئنی؟ یه صد زباله رفتگیره داشتن خالیش میکردن. او درخته هم کشکم داده بود تو خیابون، خانمه تکیه داده به او درخته. ماشین مکدید اومد جلو دست بلند کرد. گفتی کسی همراهش نبود نه؟ نه آمو، تو خیابون پشه هم پر نمیزد. یه زن عامله باید خیلی بی کسی کار باشه که او وقت شب تنها تو خیابون، اونم تو تهرون. چیزی ازش نپرسیدی همون نبی؟ تو هم از ما گلالودتری همو. یه زن حامله تنها که داره درد میکشه، تو جای ما بودی چی ازش پرسیدی ها؟ جونو ما بگو چی ازش پرسیدی؟ هیچ. بگو دیگه. باش ببخشید. بابا بگو دیگه. نه ما تو ازش چیزی میپرسیدی؟ مخلصتیم. خب بگو دیگه. ببخشید. حالا ندیدی از تو کدوم کوچه بیاد بیرون؟ نه متاسفانه تا حالا ندیدم، بهشو نمیشناسم. ببخشید این عکسو میشناسی؟ نه نمیشناسم. شرمنده نکن. سلام علیکم، بفرمایید. ببخشید شما صاحب این عکس رو میشناسی؟ خدا مرگم بده،
ای که نرگس خانومه، چرا یه جوری شده؟ میشناسیم؟ مرده؟ بله، مرده. شما نسبتی بهش دارین؟ نسبتی که نه، یه موقع تو کارخونه با هم کار میکردیم. ای آخریا که حامله بود، اگه پول چیزی گیرش میومد میذاش پیش من، پس انداز میکرد برای زایمانش. میگفت اگه پیش خودم باشه یه موقع شوهرم به پیپولی بخوره ازم میگیره. دیشبم اومده بود پولشو بگیره، دردش گرفته بود میخواست بره بیمارستان. ظاهرا شوهرش تو بندرعباس یا یکی از شهرهای جنوب کار میکنه، یه کارگر دست به دهن روزمزد بیچاره. ما یه بار میاد تهران سر میزنه به زنش دوباره برمیگرده. اسمش مسیبه. تو محل بهش میگم مسیب زاغه، چون چشاش زاغه. خونه‌شون هم تو ورزآباده. ورزآباد؟ کجای ورزآباد؟ حالا نمیدونم، اون خانمه که چیزی به ما نگفت. آمو، یه فوج مامورم جمع بشن نمیتونن یه سرنخی از این مسیب زاغو پیدا بکنن. اونجا یه دریان آمون از خونه و کپر و دکه و هزار سوراخ سنبه و چاله چوله. از خانواده های زحمتکش درست حسابی گرفته تا معتاد پتاد و خلافکار. آقا نبی، خب نمیتونم که دست رو دست بذارم و کار نکنم، میشه؟ خلاصش از ما گفتم، بالاخره سلکرلی شوهرش پیدا میشه. نمیشه؟ حرفا میزنه آقا نبیا. بله میاد، ولی کی؟ از کبودی چشم اون خدا بیامرز معلومه که این آقا مسیب تازگی تهران بوده. دستگم یه ما طول میکشه تا برگرده، درسته؟ اگرم با خبر بشه که زنش مرده شاید زودتر پیدا بده. اگه خبردار نشد چی؟ امو نبی، من این برادر رو با خون دل بزرگ کردم، هم داداشش بودم هم باباش. 6 سالش بود که بابای خدا بیامرزمون مرد. یه خشخونه واسه ما گذاشت و کلی بدهی، بازم دستش درد نکنه، خدا رحمتش کنه. 19 سالم بود که تازه پشت لبم سبز شده بود، شدم مرد خونه، نون بیار خونه، بزرگ خونه. دیپلمشو که گرفت اومد گفت میخوام برم خارج، فرستادمش. خودش هم الحق زحمت کشید، کم نذاشت. بالاخره بر خودش کسی شد. بعدش هم زن گرفت، همونجا یه زن خارجی، ولی خب زندگیشون نشد. گاهی آدم با یه همزبون خودش نمیتونه زیر یه سرپناه سر بکنه. یه وقتا یه جورای حرفای همدیگه نمیفهمیم، انگار با زبون یعجوج و ماجوج حرف میزنیم، چه برسه به زن خارجی همون. امون ابی، اهل جنوبی؟ آمو. تهران چی کار میکنی؟ اشکالی داره تو تهران زندگی میکنم؟ نه، مگه مال بابامه؟ بده ببینم. بده این هاش. بله. لاسه روز بهانی.
مناسب روزبهانی نیستی. بیا بیرون. داداش برای ماشینت هم ببخشید، خیلی دوستش داشتی منه. بابا ول کن عزیز من، ماشین فدای سرت به درک اصلا. برای سند به درد سر افتادی نه؟ نه بابا این کار اداریش طول کشید خستم کرد. باش من سرمندت. ای بابا اگه من دنبال کار داداشم نباشم کی میخواد دنبال کار تو باشه ها؟ از خریت خودم شرمندم. تا وقتی رو پای خودم وای نستاده بودم همه درد سرا مال تو بود. حالا که خیر سرم رو پای خودم واسادم بازم همه بدبختی هم مال توه. از خریت خودت شرمنده باش، اما از این که من دنبال کار برادرم هم دارم دوندگی میکنم شرمنده نباش. فهمیدی؟ اگه بخوای شرمنده باشی خر دو طبقه. تو هم تو این سالا کم برای من و زن و بچه هم زحمت نکشیدی؟ اومده بودم ایتالیا یادته؟ گفتم داداش اوضاع از نظر زبان خیته چیکار کنیم؟ گفتی هر چی میگی چهار تا پرفاوره بنداز تنگش. خب ما هم هی میگفتیم پرفاوره مستر، پرفاوره سینیوره، پرفاوره جون مادره، پرفاوره سکسا. قصه نخور داداش من، بالاخره کس و کارش پیدا میشن، خود دادگام داره پیگیری میکنه. اگه کس و کارش پیدا شه همه چی به خیر و خوشی تموم میشه. به خیر و خوشی یا ناخوشی بالاخره تموم میشه. نمیشه داداشم، هیچ چیز تموم نشدنی تو دنیا وجود ندارد. درد سر اینه که هیچ وقت تموم نمیشه. این که من زدم یه نفر رو کشتم هیچ وقت تموم میشه؟ نمیشه. فعلا بذار خلاص بشی، کارای اونور درست بشن، بعدن بیا نمیدونم به حساب خودت و وجدانت برس. کار و زندگی رو بگو تو ایتالیا، شرکت، قراردادها، همه چی رو هواست. فعلا فکر کارهای اون براتون نکن، اگه میشه تلفنی کاراتو انجام بده، راست و ریس کن. وقتی نمیشه دو راه بیشتر نداری، دو راه، یا باید وا بدی و بذاری فکر و قصه و مشکلاتو رو بخورن، یا نه تو مشکلاتو بخوری. و سلام. دیروز با 1000 مکافات آوردمش پایین، یه لقمه نون به زور گذاشتم دهنش، هنوز قورت نداده، دوید رفت تو اتاقش دوباره گرفت خوابید. نمیدونم چه خاکی به سرم بکنم. خواب بد دیدی؟ آره آره، تا چشم رو هم میذارم میاد بخوابم، بچهش رو میخوام، دارم روانی میشم. منم همینطور. منو قانون بازداشت کرد، تو خودتو. ولی به قول منصور پله پله ها، اول باید کس کارش ببینیم پیدا میشن نمیشن، بعدش هم بعدش چی؟ جیدا من خودم به اندازه کافی انقدر احساس گناه میکنم که ناصر بریم خونه خودمون. بریم خونه منصور که خونه من نیست، ولی بیشتر از اینجا خونه من. من فهم کردم اینجا راحتی، ولی اگه واقعا نه اصلا اینجا راحت نیستم.
ناصر. بله. بریم دیدن بچه. بچه؟ چرا فکری بریم دیدن بچه؟ خب تا کسا کارش پیدا بشه نظر من اینجور احساس آرامش بیشتر میکنم. باش به خاطر خانومم چشم، ولی بچه بی بچه ها قرارمو که یادت نرفته. نه یادم نرفته. چرا خندیدی؟ هیچ. چرا خندیدی؟ هیچ. پس میریم دیگه. چشم. Senti Elio. Elio, aspetta, io sto parlando. Comunque io non posso venire in Italia, basta, punto. Ok? Ciao. No, Sergio. Todo cambia? فکر میکنم با ضمانت بتونی بری برگردی. جدا؟ چجوری؟ والا من تلفنی باش حرف زدم، حالا قراره برم حضوری ببینمش، باش حرف بزنم ببینم چی میشه، ولی میگفت احتمالاً فقط دیه میبره. زندان چی؟ زندانم داره؟ وکیلا که میدونی مفتکی حرف نمیزنن. من میرم باش حرف میزنم، توکل به خدا ببینم چی میشه. ناصر داداش. بله. پاشو لباس بپوش بریم بیرون. کجا بریم داداش؟ رو حرف داداش بزرگت نباید حرف بزنی. میگم لباس بپوش بریم بیرون. مادرش رو ما کشتیم، فکر کن چقدر براش آرزو داشت، حالا معلوم نیست آیندهش چی میشه. از اولش هم میدونستم، ناصرم گفتم، گفتم یه زن بچه میخواد، حتی اگه اون بچه مال خودش نباشه. شیدا جان، حالا هم باید صبر کن. ببین اون بچه بی کسو کار نیست، از زیر بوته که به عمل نیمده. مادرشو ما کشتیم، هیچکی جای مادر رو نمیگیره، هیچکی. ای کسو کارش پیدا بشن بچه رو بخوان چی؟ تو بچه بزرگ کردی، چند وقت دیگه نوه دار میشی. خودتو عذاب نده.
خودتو عذاب نده عزیزم. خط خودتو عذاب نکن. من هرچی گفتم چون خودم قبلا ازدواج کردم بچه دارم نمیشم، باید یه زنی بگیرم که اونم قبلا ازدواج کرده باشه بچه دار نشه. چه میدونم مثلا گفتم اینجوری بی حساب شیم، عدالت برقرار شه فلان. چه میدونم خب قدسی خانم هم زحمت کشید بند خودم دیگه، این همه گشت شیدار واسه ما پیدا کرد. ولی اگه من میخواستم بچه از پرورشگاه بیارم خب با همون ماریانه زندگی میکردم بدبخت. اونم همینو میخواست. چی شده ناصر جون؟ این آسمون ریسمون بافتنه که مال قبله. درده چیه؟ امروز گفت من میخوام برم بچه رو ببینم، اونو گردن شکستم، گفتم باش بریم ببین. داداش نمیدونی این بچه رو چجوری نگاه میکرد؟ اشتباه کردم واقعا، اشتباه کردم. پس واسه همینه که دوباره پرسید اگه کس و کار این بچه پیدا نشه چی میشه؟ بله دیگه، بله. واسه همینه که عیبت میخندیدیم، واسه اینه که فکر میکردی که اینجوری بی حساب باشی زن طبیعتش عوض میشه. نمیشه داداشم، نمیشه. شیدا خانومم درسته بچه دار نمیشه، ولی دیر یا زود ازت بچه میخواست. حتما نگه شد این شب که بله. اقرب زلف گجت با قمر قرینه، با قمر در اقرب کار ما چونینه. ناصر جون قمر در اقرب. فقط یه دقیقه میخوایم ببینیمش. خانم اصرار نکن، تو بخش نگهداری نوزادان هیچ کسو نمیتونی راه بدی مگه اینکه مجوز داشته باشی. خب آخه چی میشه مگه؟ چیزی نمیشه، فقط روزی 100 نفر مثل شما میخوان بیان برن بخش، برای سلامتی بچه ها اصلا صحیح نیست. حالا اگه بخوایم مجوز بگیریم بعد چی کار کنیم؟ اگه از من میپرسید نرین دنبالش. خانم شریفی شما از یه طرف میگین شرط دیدن بچه مجوزه، از یه طرف دیگه اینجوری حرف میزنین؟ خانم میخوام دوندگی بی خود نکنی. مجوز رو فقط به اونایی میدن که دادگاه صلاحیتشون رو تایید کنه، اونم خیلی دنگ و فنگ داره. ما فقط میخوایم چند لحظه از دور ببینیمش، همین. آره شیدا، تو این حرفو زدی؟ بله، میگم موقتاً تا وقتی خانوادهش پیدا بشن. آخه مادر من، ما که نمیدونیم اون بچه مال کیه، از کجا اومده، چرا ما باید اونو بیاریم نگه داریم؟ اصلا از کجا معلوم که اون بچه مشروع باشه؟ خدایا منو ببخش، همین یه کارمون موندن که کلی مردم واسمون حرف در بیارن. وقتی مادرشو کشتیم به این چیزا فکر نمی کردیم.
خجالت بکش شیدا. مگه شوهر تو آدم کشه؟ چرا این حرفو میزنی؟ قانون که اینقدر سختگیره بهش نمیگه آدم کش، میگه قتل غیر عمد، اتفاقی بوده که افتاده. عمد یا غیر عمد ما باعث شدیم. من که نمیگم تا آخر نگرش داریم، میگم تا موقعی که ایران هستیم ازش مراقبت کنیم. ناصر خان شما نظرت چیه؟ من والا هیچ. بله میدونم، شما اگه میخواستی بچه پرورشگاهی بیاری با همون زن قبلیت زندگی میکردی. من یکی که به سهم خودم اصلا راضی نیستم اون بچه رو بیارین تو این خونه. من میگم یه مدتی، تا موقعی که کس و کارش پیدا بشن. شیده خانم، مگه کاسه بشقابه؟ مگه دیگه همسایه است که 4 روز بده دست من و شما؟ ببخشید منصور خان، شاید از نظر شما کاسه بشقاب باشه، ولی از نظر من یه موجود زنده است، انسانه. شیده خانم، شما مگه یه لحظه گوش بدید، فقط حرف نزنید، منصورم داره همین حرفو میزنه. چون کاسه بشقاب نیست، چون یک انسانه، همینطوری راحت نمیدنش به من و شما. میگم موقتاً. خانم من، متوجه نمیشی من چی میگم؟ بابا یک انسانه که با فعلا و موقتا و نمیدونم من بمیرم تو بمیری و حالا این دفعه رو نمیدن به این راحتی بچه رو. من میگم موقتا. ای بابا ببخشید. شده جا اومدی موقتا هم دادن. خب اینطور که بدتره که آدم به یه بچه گربه عادت میکنه، چه برسه به یه انسان. آخه شما که میخواییم برین شهیده جان. ناصر جان شما بشین، من میرم. داداش من، تو رسمن خری. برو بهش بگو بره بچه رو بگیره، ببینم میتونه بگیره. ببین، بچه دار شدن و 9 ماه به دل کشیدن و 100 بار زایمان راحت تر از اینه که آدم بخواد بره دنبال بچه، بچه بگیره. من که میدونم، مسئله سر اینه که ما الان ما چند وقت ازدواج کردیم؟ به همین زودی زده سری قرارمون. ناصر جان، اگه این ماجرا پیش نمی اومد، شیدا به فکر بچه نمی افتاد. لاغل به این زودی. لاغل به این زودی. یعنی بیخریشمون هست دیگه بالاخره. احتمالاً، شاید، قطعاً. میدونی خدا جای حق نشسته داداشی. شاید شیدا خانم فرستاده رو صحنه که انتقام اون زن رو ازت بگیره. باش، شما هم بگو. بله. الو الو الو، چی بودش؟ نمیدونم والا، فکر کنم از خارج بود. با شما کار داره، فکر کنم. برونتو سی؟ قطع کرد. صدا قطار می آمد. قطار؟ چیز مهمیه؟ نه. داداش
ماجرای تلفن چی بود؟ من مشکوک بودم. گمون کنم شوهر خانومه بود. گفتی صدا قطع. نشونه که ازش داریم فکر میکنم و هر صحبت اون اطراف این چرا حرف نزن؟ شاید داره سبک سنگین میکنه، شاید مشکلی داره. اینا هم بگیم بهشون. دفتر مدیریت کار داشتم. آخر سمت راست. ممنون. ناصر بیا داداش. بله خونسر. بله خونسر. داشت من آدم کل خری هم به نظره. گاهی هستی. حالا گاهی هستم، همیشه که نیستم. بچم الان شما جای من چیکار میکردی؟ عزیزم همین کاری که تو الان میکردی میکردم. خیلی خوب دیگه. منتها تو حساب قدسی رو هم بکن. اون به من گفت، من به تو گفتم. متوجهی؟ کاری نکن قدسی شرمنده بشه. چش خونسر. داداشم یا ببین فرم درخواست سرپرستی. قرارمونی نبود خانم بود؟ شما که گفتی شوهرتون موافقه. مسئله اینه که هنوز یه هفته هم نگذشته. عاقلانه‌تر اینه که صبر کنیم ببینیم که از کارش پیدا میشن یا نه. خب بله، باید فرجی قانونش طی بشه. خانمتون میخواستن این مقدار کارشون سریع‌تر انجام بشه. البته خانم نمیدونستن که پدر بچه پیدا شده. میدونم الان اساسم عصبانی هستی. من 5 سال با اون آدم زندگی کردم ولی لالمونی گرفتم. هیچ وقت نگفتم بچه بیاری، ولی الان شرط فرق میکنه. ما باعث شدیم که اون بچه بی مادر بشه. شیدا، شیدا جان، به جون خودت که انقدر برام عزیزی، من هیچ وقت قصد آزارتو نداشتم، قصد اذیتتو نداشتم. من شخص نمیخواستم به توهین کنم. شیدا من تو رو اگه اینو گفتم به خاطر تلفن دیشب و صدای قطار و ما حدس میزنیم کسی کارش پیدا شده باشن، چه میدونم پدرش کسی. دلداریش بده. بله. حرف منو باور نمی‌کنی. خب زن حق داره.
بچه‌ها تلفن. ای بابا. منصور. ناصر. بله. شما عروس خانومید یا فامیلشون؟ شما کی هستین؟ من شوهر اون زنیم که کشتینه. ما نکشتیم آقا، تصادف بود. حالا هم شما باید بیان دادگاه دیه زنتون رو بگیرن و برین خلاص. به همین راحتی؟ به همین راحتی؟ اگر هم نهین دادگاه خودش حکم صادر میکنه. من باید شما رو ببینم. میتونم بهتون نشونی بدم. شما بیای. چرا ما باید بیاییم؟ برای اینکه منو به خاک سیاه نشوندی. برای اینکه زنم از من گرفتی. تو این دنیا من بودم و این زن مونسم بود، غمخوارم بود. آقا ما هم ناراحتیم، بهتونم تسلیت میگم، ولی میخوام بدونم چون مونس و غمخوارتون بود کتکش میزدی؟ بی انصافا، شما که پولتون از پارو بالا میره با هم دعواتون نمیشه؟ اولا که ما پولمون از پارو بالا نمیره، بعدشم ما با شهرام دعوا میکنیم کتک نمیخوریم. حالا اول شهروز خانم، من باید شما رو ببینم. من باید با شوهرم صحبت کنم، شما دوباره زنگ بزنین، من بهتون میگم. این یارو یا یه نقشه‌ای داره یا یه مشکلی داره که نمیتونه بیاد جلو. خب نباید خبر بدیم به پلیس؟ نه بابا، حالا زوده، شاید هم واقعا مسئله‌ای نداشته باشه. باید ببینیمش. منصور مطمئنید همینجاست؟ والا نشونی هایی که داده همینجاست. حالا اون آتیشی که روشنه شاید معلوم باشه. نه حتما. چرا کسی نمیاد پس؟ مراقب باش کجا میری؟ آیمو آقا مسیح
ساعت قرارمون گذشته. چند دقیقه دیگه هم صبر میکنی. اگه نیای ما میریم، بعدش تو باید بیای دنبال ما. میشنوی؟ عمو کم دیوانه نیستیم با شدیم به حرف یه دیوانه اومدیم اینجا. چیزی نمیدونی حالا یه ذره دیگه بایستیم شاید بیا. بیا این بر خب چیزی دیده نمیشه بده من. مسیب قدیری اسم زنت گفتن نرگسه. نرگس رو خودم روش گذاشتم، اسمش همینی که تو شناسنامه هست. حرف بزن. زن داداش شما بیه جلو میشی. چشم. اینجا که زندگی نمی کنی نه؟ نه چجوری کشته شد؟ سر یه چهار را زدیم بهش، زدیم به یه تاکسی، تو تاکسی بود، بردیمش بیمارستان. شب عروسیتون بود نه؟ بله عروسیمون که عزا شد همون شب تموم کرد، ولی بچه موند. پس بچه موند؟ بله سالم و سرحاله، خیلی هم دوست داشتنیه. کجاست؟ تو پرورشگاه، جای خوبیه برای بچه های بی سرپرست. بچه من شده بی سرپرست، من اومدم پول خون زنمو بگیرم. آقای مسیب، زنت همینقدر بردرزش داشت؟ نه، شما که شکمتون سیره میفهمی زن بچه یعنی چی. ما که گشنه ایم که عاطفه نداریم که. حاشیه نریم آقا مسیب، پول خونشو میگیری، ولی باید مراحل قانونیش طی بشه، باید بیای دادگاه. من دادگاه بیا نیستم، دادگاه جز دردسر علافی هیچی نداره. دک پای ما گیره، برای اینکه قائله زودتر تموم بشه ما پاشدیم اومدیم اینجا.
چه دادگاه بیای چه نیای حکمش غیابی صادر میکنه، پول خون زنتو از ما میگیره. پس تکلیف اون طفل معصوم چی میشه؟ خانم این آقا بابای اون طفل معصومه، حتما بیشتر از من و شما دلش میسوزه. ببین آقا مسیب، ما واسه این که مسبب مرگ زنت شدیم بهت اعتماد کردیم، پاشدون اومدیم این شو واسه رضایت قلبی خودت، ولو دادگاه که حکمش مشخصه. من نمیتونم دادگاه بیام. جرمت چیه؟ پس پیاده شو. من یه بدهی سنگین دارم، هر جا برم دنبالم هم. بیان دادگاه میگیرنم. اگر همه یه پول خون زنم هم بهم بدید، بدهیم صاف نمیشه. روی یه ماشین کار میکردم، چپ کردم رفتم تایی دره، ماشین بیمه نبود، تو یه چشم هم زدن همه چیز از بین رفت. حالا هم زنم، اگر پول خون زنم رو بهم ندید نمیبخشم تو. بیا میمونه خانم، برای اینکه آقا ما رو ببخشه اولا باید اونقدر صبر کنیم تا دادگاه خودش حکم بده، که در واقع زندگی منم میره رو هوا مثل زندگی ایشون. بعدش هم باید دو تا دیه بدیم، یکی به دادگاه یکی هم به این. من نمیخوام دندون گردی کنم، نمیخوام شما رو علاف کنم، شما یه راهی پیش پام بذاریم. چرا حرف بی رب میزنی عمو؟ ما چی کار میتونیم واسه تو بکنیم؟ یه راهی پیدا کنیم و قال قضیه رو بکنیم، وگرنه آه اون بچه شما رو میگیره. اگر ببینم دارم غرق میشم شما رو هم با خودم میکشم پایین. گوش کن آقا مسیح، ما ناخواسته باعث شدیم این اتفاق بیفت. باش قبول، الان هم نمیخوایم نمک رو زخمت بپاشیم، ما فقط دنبال راه حلی میگردیم که مشکل هر دومون حل شه. ببین آقا مسیب، این اخوی ما هزار جور گرفتاری داره، یه روزم واسهش یه روزه. خب اگر نمینشست تا دادگاه حکمشو بده. من الانم آزادم، با وثیقه هر جام بخوام میتونم برم، فقط میخوام این مشکل حل بشه که با خیال راحت برم، دوباره دو روز بعد مجبور نباشم برگردم. شما لازم نیست هیچ کاری بکنی، ما همه کار رو انجام میدیم، شما فقط میای دادگاه امضا میکنی میری. به جرمای دیگه هم کاری ندارن، اونم مخصوصا بدهکاری. گفتم که دادگاه نمیام. پس ما چی کار کنیم؟ شما راه دیگه سراغ دارین؟ من بهتون رضایت‌نامه میدم که پول خون زنمو گرفتم، ببرید بدید دادگاه. رضایت‌نامه باید رسمی باشه. خب میریم معذرخونه رسمیش میکنیم. فقط چی؟ عزیزان از غم و درد جدایی، به چشمانم نمونده روشنایی، به درد غربت و هجرم گرفتار، نه یار و همدمی نه آشنا. آن
چرا نخوابیدی؟ تو چرا نخوابیدی؟ خواب بد دیدم. بیا زر آب بخور. چه خوابی؟ شیدا جانم، هر کاری فکر میکنی درسته انجام بده. اگه باید بری سراغ بچه برو. پدرشان، عزیزم، دورت بگردم، بیراد میگیرن، همین چند روز پیش یه آقای سرش نگرد پایین، همین طوری رفت داخل، همکار ما رو بردم پیش سال، بابا ول کن، نمیشه، دورت بگردم، نمیشه به قرآن. ببین، من سریع. سلام. لالا، سلام خانم، حال شما چطوره؟ حالتون خوبه، خوب هستیم. ایشون داییم هستن، با خانم شریفی قرار داریم. شما خانومه؟ روزبهانی هستم. آه، خانم روزبهانی، حالتون چطوره؟ بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. سلام. باز شما اومدی که خانم؟ این دفعه دیگه شوهرام خودشون گفتن که بیام. ایشون داییم هستن، اومدن بچه رو ببینن. خانم محترم، مگه میخواین خونه بخرین یه کارشناس میارین ببینه؟ خانم شریفی، شما چقدر سخت میگیرین. داییم بنده خدا میخوان برگردن شهرستان، میخواستن قبل رفتن بچه رو ببینن. ببین، مگه شوهرت نگفت پدر بچه پیدا شده؟ چرا، یکی زنگ زده بود گفته بود بابای بچه است، ولی بعدش دیگه خبر ازش نشد. خانم شریفی، خواهش میکنم، فقط میخوام بریم بچه رو ببینیم. خانم شریفی، اجازه میدین؟ خانم لطفا بچه رو بغل نکنید. فقط یه دقیقه. اگه دوستش دارید این کار رو نکنید. خواهش میکنم اجازه بدین. به خدا حواسم هست. مواظبم. خیلی ممنون.
آقا ما صاحب شما بی زحمت پیاده شیم. چقدر میشه آقا؟ 4 تومن. خدمت شما. مثل که مهمون داریم. شما همین دورو برای یه جای باشین. من زود برمیگردم. ببخشید و معذرت میخوام. خوب سراغ از ما نمیگیرین. ای بابا همه ما که همیشه یاد شما هستیم. به خدا به خاطر این هچلی که افتادیم توش خودمونم فراموش کردیم. ناصر که میگه پدر بچه پیدا شده. بله ولی یه دفعه غیبش زد. عجب دور زمونه شده. ناصر میگه یارو میخواد با خون زنش معامله کنه. من دوباره میام خدمتتون. با اجازه. از عمو سعید اینا چه خبر؟ یه خبر نیستم. شب تماس تلفنی داشتم. چطور؟ ناصر ببخشید. یه لحظه بیا. ببخشید. ناصر نمیدونه چه گریه ایم کرد. دلم براش سوخت. فکر کردم بیارمش باش حرف بزنیم شاید بتونیم راضیش کنیم. الان کجاست؟ بیرون تو کوچه است. ماشین هم میخوانم و که دیدم ترسیدم بیارمش تو. فکر کردم الان شنگی را میدیستم. آره بابا عمه را که میشناسی. تر میشنوه. الان برو بهش بگو چه میرم فردا بیاد. آخه نمیشه که میترسم بره دیگه پیداش نشه. عمه خانم تا که اینجا میمونه؟ من نمیدونم تا نار نخوره که نمیره که. بیاریمش تو. بیاریمش تو؟ آره باش حرف بزنیم تا خو منصور بیاد. شاید بتونیم رازیش کنیم. خب بیاریمش تو عمه رو چیکارش کنیم؟ خب من یه جوری میارم. یه جوری میارم دیگه. حواسم هست به خدا. خیلی خوب برو بیاریش تو. من زنگ میزنم منصور ببینم چیکار باید بکنم. باشه. سایه ببخشید معطل شدین. مهمون داشتیم. شما بفرمایید داخل. بفرمایید. خواهش میکنم شوهرم میخواد باهاتون صحبت کنه. شما بشینید من الان زود برمیگردم. ببخشید. شیدا جون کجا؟ ببخشید ما هنوز درگیر اون ماجرا هستیم. ناصرم الان داره با وکیلش حرف میزنه. ناصر چی شد زنگ زدی؟ منصور زنگ میزنه پلیس بیاد بگیرتش. بگیرنش؟ خیلی نامردیه. بابا این یارو مثل اینکه پاش گیره. نفهمم درست چی شد. ولی به اتفاقی که افتاده هیچ ربطی نداره ها. نه به من ربط داره، نه به تو ربط داره، نه به زنه ربط داره، نه به تصادف ربط داره، به هیچ چی ربط نداره. بابا چون هر کسی اشتباهی میکنه با تاوانش هم پس بده. یعنی چی که به ما هیچ ربطی نداره؟ ما زنشو کشتیم. اون بنده خدام که فقط پول خون زنشو میخواد. رضایت نامه‌ام که میده. خانم کسی که پاش گیره رضایت نامش به هیچ دردی نمیخوره. نمیخوره. حالا برو رضایت نامه بگیر. دارین؟
شماره من، هر وقت کاری داشتین زنگ بزنید. پلیس داره میاد اینجا. به خدا من همین الان فهمیدم. ببخشید. آقا مسایه. این راپله به کجا میخوره؟ به آشپزخونه و سالن. خسته نباشیم. متشکرم. حیف شد در رفت. بله. در رو قفل کرده بودیم؟ من وقتی که آوردمش تو اصلا نمیدونستم که شما دارین میاین. بعدش هم که فهمیدم اصلا حواسم نبود. تازه اگه حواسم هم بود که جلو چشمش نمیتونستم در قفل کنم که. بله خب کار سختیه. ببخشید قربان، جرمش چیه؟ قتل. دلت نمیخواست گیر بیافته، درسته؟ شیدا بیمه شوهرتم ها، هر چی ماجرا بیشتر کش پیدا کنه برای من بدتر میشه. حالا کار و زندگیمون برای دنیا رو هواست، میفهمی؟ تو که نمیخوام من بدبخت بشم. تو بهش گفتی فرار کنه. آقا بفرمایید. الو گوشی بفرمایید. سلام، خسته نباشی. سلام علیکم. مونده نباشی. کجا؟ یه خود چیز برای بچه ها گرفتم، میرم میدم و برمیگردم. الان دیر وقته که. ثواب داره، برای بچه هاست، زود برمیگردم. برو. دست شما دردم.
این خانم تنها کسی بودن که چند بار به دیدن بچه اومدن. حتی فرم هزانت بچه رو هم پر کردن. یه بارم با یه آقای اومدن، دوتایی رفتن دیدن بچه. کی بود اون آقا؟ پدر بچه بود. همونی که بردمش خونه بعد زنگ زدیم به شما که بیان دستگیرش کنین. خانم شما که گفتین داییمه. درست میگن؟ بله، دروغ گفتم. چرا دروغ گفتید؟ چه اصراری داشتید آدمی که فراریه بیارینش دیدن بچه؟ خب باباش بود. همون دفعه اول که رفتیم دیدنش به ما گفتش که یه بدهی سنگین داره، به خاطر همین خودش رو قایم کرده. خب ما باعث مرگ زنش شدیم. دلم براش سوخت. دل رحمی زنونه. روزی که رفتین دیدن بچه دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ اولش خانم شریفی اصلا نذاشتن ما بریم. بعد که خیلی اصرار کردم قبول کردن. بله، منم مخالفت کردم. به نظر شما تو اتاق بچه میتونسته نحوه دزدیدن بچه رو طراحی کنه؟ اصلا وقتی بچه رو دید اصلا به هم ریخت، رفت بیرون. بعدش توی حیاط داشت گریه میکرد. من دلم براش سوخت. بعد از اونم که آوردمش خونه، اون موقع انقدر حالش بد بود که اصلا نمیتونست نقشه بکشه. هر کاری کرده بعدن کرده جناب سروان، من مطمئنم. قبلنم با همین خانم اومده بود، میشناختمش. گفتم همون آخر وقته، یه سبدم دستش بود. گفت کار زیادی ندارم، یه دقیقه میرم اینو میذارم و برمیگردم، ثواب داره. گفت ثواب داره، منم فکر کردم یه چیزی اوورده خیرات کنه برای بچه ها. گفتیم برو تو. من بله دعا کنی که بچه پیدا بشه، بله خانومتون تو دردسر میفته. Thank you.
چند سالی بود براش کار میکردم، خلق خوشی نداشت، داد زد، هیچی نگفتم، تحقیرم کرد، هیچی نگفتم، زد تو سرم، هیچی نگفتم، فوش داد، هیچی نگفتم، فوش و ناموس که داد دیگه هیچی نفهمیدم. راضی به مرگش نبودم. چی شد بچه رو دزدیدی؟ دفعه اول که اومدم اینجا بچه رو دیدم دلم راضی نشد که بچه اینجا بزرگ بشه. اینی که اومدم دزدیدم، بچه خودم رو دزدیدم، به امید خواهرم. بعد پشیمون شدم چون خودش چهار تا بچه قد نیم قد داره که هشتشون گروه نوهشون. فکر کردم خودم بزرگش کنم، داشتم میرفتم که اون آقا و خانم اومدن، پام سوز شد. فکر کردم با بار گناهی که رو دوشمه نمیتونم در حق این بچه پدری کنم. خسته شدم از این همه سکت و زدن، از این همه دل واپسی، از این همه مصیبت خسته شد. از بابت بچه خیالتون راحت باشه. به سلامتی اسمشو میخواین چی بذارید؟ هرچی پدرش بخواد. اسمشو چی بذارید؟ مادرش میگفت اگر پسر باشه علیرضا، اگرم دختر باشه ترگل. ترگل، چه اسم قشنگی، ترگل روزبهانی. گرفتاری افتاد گردن تو.
مغزو به دادت کرده بودی. سخت بود ولی چه زود گذشت. میگن مونش باشه باشه بریم. بخوایی نریم. نه یه حالی دارم اصلا. همینه دیگه، رفتنی باید بره بابا. بر دیه کارفرما تمام و کمال حاضره، توکلت به خدا باشه. نمیگیرم، خانوادهشون کسر شهرشون میشه دیه بگیرم. پاشونو کردن توی یک کفش قصاصم کنم. برات وکیل گرفتم، با وکیل داریم یه کارایی میکنیم بلکه بتونیم خانوادهشو راضی کنیم. فقط زمان میخوام، یه مقدار میوه و پول و لباسم برات آوردم تحویل بگیر. آقایی کردی. از ترخور چه خبر؟ اسم شما چیه؟ ترگاه روزبهانی. چند سالته؟ 5 سالمه. دوستات میگن که شما ایتالیا بودی، درسته؟ درست. اینجا رو بیشتر دوست داری یا اونجا رو؟ اینجا. چرا اینجا رو؟ خاطر اینکه اینجا خاله دارم، عمو دارم، دایی دارم، مادر بزرگ دارم، ولی اونجا هیچی نه. ممکنه یه شعر ایتالیایی هم برای ما بخونی؟ جیرا جیرا تان تان کاسلان بقیش بلد نیست. بگو تا که رنجه غمو میتونی با من تو بخونی، بی تو میمیرم. بگو تا که درد دلو میدونی با من تو میخونی، بی تو میمیرم.